تمرینات مفید چی هست و به چه کارمون میاد؟ چجوری ما تمرینمون رو مفید انجام بدیم؟ سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. احمدرضا فلسفی هستم. یه چند وقت پیش یه سری ویدیو گذاشته بودم در رابطه با اینکه ما چند ساعت در روز تمرین بکنیم و شیفتی تمرین بکنیم، شیفتی تمرین نکنیم. که حالا اینا رو اگر ندیدیم من سرسری اینو یه کوچولو میگم که گفتم اگر آماتور هستید و حالا نسبت به اینکه سلامتتون کامل هست و میخواید ورزش سالمی داشته باشید، گفتم اگر آماتور هستید و وقت ندارید، روزی حداقل نیم ساعت یه ساعت رو باید تمرین بکنید. اگر میخواید حرفه‌ای کار بکنید، حداقل روزی دو ساعت و نیم سه ساعت رو باید حتما تمرین داشته باشید. حالا میتونه 5 روز در هفته باشه یا 6 روز در هفته باشه، این نسبت به توان و تیپ شخص متفاوت هست. بعد اینجا گفتیم چی؟ دو تا شیفت تمرین بکنیم خیلی بهتر از اینکه یه شیفت تمرین کنیم، به شرطی که تمرینمون مفید باشه. به عنوان مثال مثلا یه شیفت صبح ما تمرین میکنیم، مثلا یک ساعت صبح، یه ساعت و نیم صبح، یه ساعت و نیم دو ساعت هم بعد از ظهر به عنوان مثال تمرین میکنیم. این خیلی بهتره که مثلا یک بار به کوب 5-6 ساعت تمرین بکنیم. به عنوان مثال تمرین مفید داریم برای شوت، دیریب یا هر چیزی دیگه شما میتونید مثال بزنید. من مثلا به عنوان مثال تمرین شوت رو میگم. من میخوام شوتم رو قوی بکنم. خب اول شروع میکنم دقت شوتامو به عنوان مثال قوی بکنم. میام مثلا به جای که بکوب توپ رو بزنم تو 40 متری 30 متری هی شوت بزنم، هی شوت بزنم، مفید میخوام تمرین کنم. اول دقت، پس میام اول سعی میکنم از 5 متری یه دونه گوشه دروازه میگیرم، میام از 5 متری من سعی کنم مثلا از 5 تا توپم 4 تاش بره به عنوان مثال توی اون گوشه. بعد همین رو مثلا تو طول یک ساعت تمرین ها، خب مثلا پای اصلی اول، بعدش مثلا میارم پای یه ساعت دوم میارم مثلا پای مخالفم. بعد از این تمرین دو سه روز بعد اینطوری شما تمرین بکنید. بعد از اون تمرین میارید مثلا توی 10 متر، توی 7 متر، همینطوری یواش یواش میاییم عقب. تو دریبل هم همینه. به عنوان مثال من میخوام حرکت وی رو یاد بگیرم برای دریبل کردن، حالا لب خط هستم یا وسط زمین هستم، میام اول دریبل وی رو مثلا کار میکنم با سرعت کم، فقط اینکه ملکه ذهنم بشه، بعد با پای ضعیفم این کارو انجام میدم، بعد یه ترکیبی از دریبل های استفاده میکنم که توش وی داشته باشه، دو تا دریبل رو مثلا پشت هم انجام میدم که یکیش مثلا وی داشته باشه که هی وی رو پوشش بده. مثال دارم میزنم که هی اون رو پوشش بده، یه هی قویش میکنی ولی باز اون اصلیه اون پایه رو پوشش بده. بینگن تمرین مفید. بعد از یه هفته، دو هفته، سه هفته، با اینکه یک ساعت وقت گذاشتی، میبینی پیشرفت داری میکنی توی شوت زدنه، داری میبینی پیشرفت میکنی توی دریبل زدنه، یک سری تمرینات داری میشینی مرحله به مرحله از بیسیک شروع میکنی و میبینی قویش میکنی همینطوری. این میشه تمرین مفید. تمرین غیر مفید یعنی چی؟ یعنی شما میگی آقا ما بریم همینطوری تمرین بکنیم یه چیزیو، امروز یه چیزی تمرین میکنیم، مثلا پس فردا که نمیرم تمرین، پس فردا یه چیز دیگه تمرین. این میشه تمرین غیر مفید. بله توی هر دوتاش پیشرفت وجود داره، ولی پیشرفتی که مرحله به مرحله از برنامه تمرین داری کجا؟ و پیشرفتی که به عنوان مثلا من همینطوری به قول معروف کشکی یه چیزی تمرین میکنم کجا؟ بله اونم ممکنه تاچ قوی بشه، ولی خب این کجا و اون کجا؟ دقیقاً تمرین مفید یعنی این هستش که شما برنامه میچینی، نقطه ضعفت یا نقطه قوتی که میخوای قوی تر بکنی و میگی آقا من فوکوس میکنم روی این و این رو فقط تمرین میکنم، و این پیشرفتی که شما توی یه هفته، دو هفته یا سه هفته دارید خیلی
زیاد هست. ممکنه تمرین غیر مفید تو مثلا 3 ماه تمرین کنی یه چیزی قوی بشه، ولی تو این تو 2 هفته میتونی، تو 3 هفته میتونی پیشرفت تو زیاد بکنی. پس امیدوارم مفهوم تمرین مفید رو گرفته باشید. مرحله سعی کنید تمرین کنید و برنامه تمرینی برای خودتون داشته باشید. به هر حال امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. این رو هم بگم، من دوره جامعه‌ای که در اختیار شما قرار دادم مرحله به مرحله است و برنامه هفتگی داره، یعنی هر هفته یه سری تمرینات دارید که اونا رو باید انجام بدید. حالا نسبت به توان خودتون، به عنوان مثال ممکنه تو یه هفته شما 16 تا 15 تا تمرین داشته باشید. اگر خیلی اهل تمرین هستید و هر روز مثلا 2-3 ساعتی که گفتم تمرین بکنید، ممکنه اینو تو یه هفته تمام بکنید. اگر روزی 1 ساعت مثلا وقت براش می‌ذارید یا کمتر وقت می‌ذارید، ممکن به جای اون برنامه هفتگی که من به شما میدم تو 2 هفته تمامش بکنید. و 300 جلسه تمرینی هست، برنامه هفتگی داره، رفع اشکال داره، براتون 5 دیویدی ارسال میشه و داخل وبسایت هم براتون اکانت باز میشه، به هر حال میتونید اونها استفاده کنید. اطلاعات بیشتری نیاز داشتید داخل وبسایت میتونید وارد بشید و اونجا جواب سوالاتتون هست و شماره پشتیبانم هست، اگه سوال دیگه ای داشتید میتونید اونجا بپرسید. تا ویدیوی بعدی، آموزش بعدی، با امروز فلسفی، خدا نگهدار.